جراحی بینی این روزها از یک ضرورت پزشکی به یک مد برای زیبایی تبدیل شده. حالا دیگه خیلی راحت خیلی از افراد تن به تیغ جراحی و عمل بینی میدند. برای خوشتیپی اومدم. با این بینی چه کار کنم؟ دستوردگی پیدا کردم. حاجت اینا. حالا پشیمونم. بالاخره همه اطرافیان همه عمل میکنن. مشکل کردن دماغ تو ایران حالا بین جراحی ها شاگرد اوله. همه قیافشون تغییر میکنه، تو هم دوست داری یه چیزی باشی متفاوت. خب مثلا یه قوزه بینید بره خوشتیپ میشی؟ بچه ها اینطوری میگن. بچه ها یعنی منظور کیاست؟ رفیقا، دوستا. فرم بینیم خیلی بد بود، انحراف داشت و انحرافش باعث شده بود که من اصلا شبا نتونم بخوابم، موقع خواب خورخور میکردم. از دختر خالم آدرس پزشکی رو پرسیدم و رفتم پیششون جراحی کردم. چند بار جراحی کردی؟ 6 بار جراحی کردم. بینی من انحراف شدید داشت، این انحراف بینیمو کج کرده بود. عمل کردم، هم ظاهر بینیم درست شد، هم تنفسم، هم انحراف. انحراف تیغه بینی. بعد رفتیم ایشون گفتن که من معالجه میکنم اینا. عملی که لازم نبوده برای شما انجام شد، یعنی اومده گفته به شما که من برای که تنفستو درست کنم برای که بینیتو ببرم بالا. اونی که تصمیم داره فقط از نظر تنفسی نفسش بهتر بشه یه راه داره که کوتاه‌تر و سبک‌تره. اونی که تصمیم داره همزمان فرم بینی هم تغییر بکنه یه راه دیگه ای داره که یه خود پیچیده‌تر و سنگین‌تره. هیچ وقت به خاطر تشویق اطرافیان یا احیانا از طریق کادر پزشکی حالا که داری انحراف عمل میکنی زیبایی تم عمل بکنه، اگه خودش انگیزه کافی نداره، دلش نمیخواد، تم به این کار نداره. دو که بگه شما کی سیاه شد؟ از چه روزی بعد از عمل؟ یه هفته بعد اینکه کاملا سیاه. راستی چرا گله کسایی که بینی خود رو جراحی زیبایی میکنن همواره پابرجاست؟ دانش و تجربه جراح رو بذاریم کنار که باید با تحقیق کافی بهش برسن. قسمت سوم که غافل میشیم اینه که شما پوست بینی تو این محدود باید بپذیری که این محدودیت ها رو داره. پوستی که خیلی خوب نیست مسلمه که ظرافت رو کمتری نشون میده. دلیلی که فرد از پزشک شکایت میکنه اینه که معتقده یا چهرهش فرقی نکرده یا اینکه حتی چهرهش زشتر هم شده. نمیدونم این آقای دکتر شاید آناتومی را نمیدونسته، نمیدونسته نوک بینی شریاناش از کجا میاد. ضمن اون عملی که انجام داده صدمه به اون شریان زده. پزشکم من اول فکر می‌کردم جراح گوش و حلق و بینی هستن، اما بعد از عمل که اینجوری مشکل برام پیش اومد تحقیق کردم پزشک عمومی بودن. خود با ظاهر بینی مشکل داشتم، خاطر می‌گفتم بیام عمل می‌کنم که خود قشنگ‌تر بشم. خیلی تو روی خودم اثر گذاشته، نمیتونم تو اجتماع حاضر بشم، سر کارم برم. تیپ قوز بینی بستگی داره؟ یکم اثر داره دیگه، فکر کنم قوزش گرفته شه بهتر بشه. نگرش افراد خاص جوانان ما که حاضر میشن زیر تیغ جراحی برن فرق کرده. یعنی فرد حاضر میشه به خاطر چشم و همچشمی و یا اینکه فکر میکنه با انجام یک عمل جراحی زیبایی چهره زیباتر و در نتیجه چهره موفق‌تر و فرد موفق‌تری در جامعه میشه، حاضر میشه که مسائل و مصیبت‌هایی که ممکنه به دنبال یک جراحی رخ بده رو قبول بکنه. در صورتی که ما بینیمون بدون هیچ اشکالی جراحی بشه فقط برای کسب پرستیژ اجتماعی و جایگاه تایید طلبی برای اون گروهی که در واقع درش قرار داریم، اون وقت نه تنها اعتماد به نفس ما رو افزایش نمیده، بلکه به دلیل اینکه این عمل کاملا نابجا بوده میتونه اعتماد به نفس ما رو کاهش بده، فقط به خاطر اینکه ساختار درست بینیمون رو دچار عیب کردیم و خرابش کردیم.